طالبان میگویند که عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرده و قرار است با مقام‌های حکومتی این گروه درباره موضوعات تجاری و ترانزیتی میان کابل و تاشکند بحث و گفتگو کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز شنبه گفت که عارف اوف قرار است در افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات آن کشور در کابل نیز اشتراک کند. البته این سفر این مقام بلندپایه ازبکستان برای طالبان ای که در چه زمینه‌های مفید می باشه و آیا سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان تنها برای مقاصد اقتصادی و تجاری است یا ای که این سفر مقدمه برای به رسمیت شناختن تدریجی طالبان از سوی این کشور خود بود، این موضوع را با مهمان برنامه را خوشبختانه داریم. خوش آمدین آقای عزیز عمر. البته خب شما خبر شنیدین، صدر اعظم ازبکستان همونطور که شنیدین در کابل است. مسائل تجاری و ترانزیتی را معمولا بین وزرای مسئول امور تجاری و ترانزیتی کشورها مطرح میشه. چرا صدر اعظم یک کشور برای چنین معاملات باید دخیل باشه؟ شکر، سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینین سطح اشتراک هیئت بستگی داره به اهمیت سفر. از اونجایی که این سفر هیئت ازبکستان به سطح صدر اعظم کشورشان است، نشان میده که این نمایشگاه و این سفر برای ازبکستان مهم است و یک سفر عالی رتبه می باشه و در اون جای شک نیست که این به خاطری است که اگر ما میزان صادرات سال 2022 و سال گذشته 2023 طالبان ازبکستان به افغانستان ببینیم، یک میزان بسیار بلند تغییر کرده و صادرات ازبکستان بیشتر شده از مجموعی میزان واردات و صادرات سال 2022 که تقریبا 44 میلیون دلار بوده و 266 میلیون افزایش یافته که رقم عمده از این که بیشتر از 239 میلیون دلار می باشه صادرات ازبکستان است به افغانستان و متبقی حدود 37 میلیون صادرات افغانستان به ازبکستان است. و از لحاظ دیگه افغانستان به خاطر این که ازبکستان یک کشور مهاد به خشکه است، وصل شدن ازبکستان با آبهای بین المللی و جنوب آسیا افغانستان برش یک ارزش استراتژیک ترانزیتی و چنان مسائل انرژی و سایر مواد صادراتی که ازبکستان داره یک اهمیت فوق العاده داره برای ازبکستان و همین میتونه یکی از دلایل سطح اشتراک بلند ازبکستان در این سفر باشه. تشکر. البته سوالم خوب هدفی بود که ترانسپورت و وسایل تجارت اینا از خود هر کدامش وزرای دارن که میتونن در این بخش سهم بگیرن. هدف از هی بود که سوالی بود که صدر اعظم چرا به سطح سوی صدر اعظم. خب به نظر شما هدف اصلی ازبکستان از بهبود روابط با طالبان چی میتونه باشه؟ خب من کوتاه اگر دوباره در سوال اولی بپردازم، من گفتم که سطح اشتراک سفر وقت صدر اعظم رئیس جمهور می باشه همو اهمیت سفر نشان میده و بازو در او واضح است که در او سفر ها در این سفر حدود پنج وزیر هم اشتراک دارن که باز اونا هر وزیر یا هر سکتوری در همون بخش خود قرارداد را در سطح وزیرا امضا میکنن و بعد بله ترجیشن کار میکنن. دیگه سوال دومی شما، ما باید بگویم که همچنانی که پیشتر گفتم این سفر برای ازبکستان یک سفر مهم است و از او جایی که نمایشگاه کشور در کابل دایر میشه در افتتاح از این صدر اعظم اشتراک خواهد کرد و از این سفر مهم است. تشکر. آقای عمر، شما به نظر شما ازبکستان و حکومت طالبان در چه عرصه‌ای میتونن با هم همکاری داشته باشن و چگونه ازبکستان به طالبان در این روابط و همکاری اعتماد میکنه؟
ببینین تن ازبکستان بعد از سال 2021 یا سقوط جمهوریت اکثرا کشورها و خصوصا آسیای میانه یک دید تجارتی و یک دید ترانزیتی و یک دید اقتصادی دارن به افغانستان به خاطر از این که یک روابط نرمال دیپلماتیک وجود نداره به او خاطر اینا بیشتر فوکسشان سر مسائل اقتصادی است. ازبکستان در چند عرصه ما پیشترم گفتم میتونه که یک سهم بسیار خوب و کلانی داشته باشه بله. مارکت افغانستان که عبارت از انرژی است بله. مواد غذایی است و همچنان یک پلانای طویل مدتی که دارن به خاطر وصل شدنشان به جنوب آسیا مسائل ترانزیتی و ترانسپورت است. محترم عزیز عمر شارژ دافر سفارت افغانستان در قزاقستان، جهان سپاس از وقتتان. سلامت باشید. دوستان بخیر. بفرمایید.